سلام به موبکس دوست داشتنی. من مهدی شجری ام و امروز میخوام در مورد امنیت صحبت بکنم. قطعا خبرایی که چند روز گذشته منتشر شد رو به گوشتون رسیده که 42 میلیون اکانت تلگرام هک شده، 5 میلیون اکانت سیباب هک شده، 80 میلیون اطلاعات سازمان ثبت احوال هک شده و دست هکرها قرار داره. اینا اطلاعات بیسیکیه که آلدیدی دست هر کسی باشه به دردش نمیخوره. این نمیتونه باش کاری بکنه مگر اینکه بخواد از طریق مهندسی اجتماعی یا از طریق فیشینگ از اون اطلاعات استفاده بکنه. حالا اون فیشینگ چیه؟ از این به بعد چند تا نکته هست که اینا رو رعایت بکنی جای ترسی وجود نداره. اول اینکه اون در مورد تلگرام باید بگم، تو تلگرام فقط شماره تلفن شما، آیدی شما و یه کدی که منحصر به فرد برای هر نفره لو رفته و دست هکراست که خب کار خاصی نمیتونن باهاش بکنن. یعنی ترس اینو نباید داشته باشید که عکساتون، چتاتون با کسی هک شده باشه و کسی بهش دسترسی پیدا کرده باشه. سازمان ثبت احوالم که خب چیزی که توی خبرها از حالا درست و غلطش هنوز مشخص نیست اینه که با کد ملیتون میتونن اسم خودتون، اسم پدرتون و آدرستون رو به دست بیارن و کد پستیتون رو به دست بیارن که همه این اطلاعات موقعی به درد میخوره که یه نفر بخواد از طریق خود شما از این اطلاعات استفاده بکنه که بهش میگن فیشینگ یا مهندسی اجتماعی یا همچین چیزایی. امیدوارم مهندسی اجتماعی رو درست بگم. اما مجموعاً از این به بعد حالا باید چیکار کنیم؟ یک، اگر توی هر کدوم از پسورداتون توی اکانت‌های مختلف، ایمیلتون، اینستاگرامتون، تلگرامتون، واتساپتون، هر جایی که رمز دارید اطلاعاتی شامل شماره تلفنتون، کد ملیتون، کد پستیتون از این شماره هست، سعی کنید که اون پسورد رو عوض کنید و یه سری پسورد سخت بذارید که ترکیبی از حرف و عدد و سیمبل و این چیزاه. یعنی مثلا یه مثال براتون میزنم، اسمتون مهدیه، بیاید امشو بزرگ بنویسید، اچشو بزرگ بنویسید، بعد مثلا آخرش بنویسید 7532، اون عدده یادتون بمونه، بعد یه دونه ادساین بذارید، یه هشتگ بذارید، یه پسورد سخت انتخاب بکنید که شامل اون اطلاعاتی که الان دسته سری از هکرها هست نباشه. این از این. نکته دوم اینه که ورود دو مرحله‌ای توی همه اپلیکیشناتون و ایمیلاتون رو فعال بکنید که قبلا یه بار توضیح دادم، الانم خیلی سریع میریم که مسیرش رو توی اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و ایمیل بهتون نشون میدم که چجوری میتونید تو فاکتور اتنتیکیشن ورود دو مرحله‌ای رو فعال بکنید. بریم که با هم ببینیمشون. خیلی خوب، بریم سراغ اپلیکیشن‌های مختلف و فعالسازی ورود دو مرحله‌ای. اول از همه واتساپ. توی واتساپ وارد ستینگ که بشید روی قسمت اکانت بزنید. روی اکانت که بزنید اینجا اصلا نوشته تو استپ وریفیکیشن. وقتی بزنید روش اینجا اینیبل رو کافیه بزنید و یه رمز برای خودتون انتخاب بکنید. حواستون باشه که این رمزه یادتون نره. این از این. پس ستینگ اکانت، تو استپ وریفیکیشن. همین. بریم سراغ تلگرام. تو تلگرام هم دوباره وارد ستینگش که بشین یه قسمتی داره به اسم Privacy and Security و وارد این قسمت هم که بشین دوباره اینجا میتونید تو استپ وریفیکیشن رو ببینید. واردش که بشین دوباره یه رمز برای خودتون انتخاب میکنید. حواستون باشه که ایمیل پشتیبانی مناسب هم بهش بدین. پس دوباره وارد ستینگ تلگرام که بشید توی بخش Privacy and Security یه قسمت داره تو استپ وریفیکیشن، همینو میزنید واردش میشید. از مهندسین و معلمین، استاد و ارجمند زبان و اساتید محترم عذرخواهی میکنم اگر تلفظم بعضی جاها اشتباهه. خب بریم سراغ اینستاگرام. توی اینستاگرام هم باز دوباره وارد ستینگ میشیم. این مراحل تقریبا واسه همه اکانت ها و اپلیکیشن های مختلف یکیه. توی ستینگ اینستاگرام هم دوباره تو بخش سکیوریتی اینجا تو استپ اینجا شد تو فاکتور اتنتیکیشن که بزنید هم از طریق شماره موبایل میتونید فعالش بکنید، هم از لحاظ از طریق اپلیکیشن های مختلف که وقتی این اپلیکیشن رو فعال کنید خودش بهتون اپلیکیشن مورد اطمینانش رو هم میگه و میتونید برید دانلود بکنید، ضمن اینکه میتونید با شماره موبایلتون هم این کار رو انجام بدید. این از سه تا اپلیکیشن پرطرفدار واتساپ، تلگرام و اینستاگرام. حالا بریم سراغ ایمیل ها و جیمیلمون. اصلا توی بخش جیمیل هم باز دوباره یه الگوریتمی خیلی ثابته. کافیه وارد اپلیکیشن بشید، وارد که شدید ستینگ رو پیدا بکنید. توی جیمیل یه ذره فرایندش سخته، توی اپلیکیشن های ایمیل یه ذره سخت‌تره. وارد ستینگ که شدید اینجا روی آیدی تون بزنید، روی آیدی که زدید بزنید منیج یور گوگل اکانت، اون بالای بالا روش انتخاب بکنید. وقتی وارد این صفحه شدید این بالای سری تب های مختلف وجود داره که دوباره میریم توی تب سکیوریتی، که توی تب سکیوریتی که وارد بشید اینجا تو استپ وریفیکیشن رو میتونید ببینید. این رو که روش بزنید دوباره
راه‌های مختلف رو میاره به شما نشون میده که میتونید از طریق اپلیکیشن ها و از طریق شماره موبایلتون این ورود دو مرحله‌ای رو فعال کنید. اینم از گوگل. حالا بریم سراغ یاهو. توی یاهو هم دوباره همین اتفاق میفته. کاری که توی همه اپلیکیشن ها باید بکنید اینه که دنبال ستینگش بگردید. توی یاهو ما اینجا ستینگ رو پیدا میکنیم. ستینگ که پیدا شد، منیج اکانت رو دوباره مثل همون کاری که رو جیمیل کردیم انجام میدیم. وارد منیج اکانت که شدید، اینجا اکانتتون رو میاره. اکانت اینفو رو که بزنید، اینجا یه سکیوریتی ستینگ داره که دوباره همین سکیوریتی رو ما تو همه اپلیکیشن‌ها دیدیم، اینجا هم می‌بینیم. روی سکیوریتی که بزنید، اینجا ازتون یه رمزی رو می‌خواد. رمز تو حالا من با فیس آیدی چون فعال کردم، فیس آیدی رو می‌زنم. وارد یه صفحه جدید میشید که دوباره اینجا تو است وریفیکیشن رو میتونید ببینید که این تیکر رو فعال بکنید. از طریق شماره تلفنتون میتونید ورود دو مرحله یاهو رو هم فعال بکنید. خب اینم از این. این از ورود دو مرحله ای. تا حد زیادی امنیت پیجتون با این ورود دو مرحله ای افزایش پیدا میکنه. هم ورود دو مرحله ای اکانتاتون توی اپلیکیشن های مختلف، هم ورود دو مرحله ای ایمیلتون. اما یه نکته دیگه وجود داره. یه آدمی هست که ما اسمشو میذاریم هکر. شماره تلفن شما رو داره، اسمتون رو میدونه، فرض میگیریم، و اسم پدرتون رو میدونه، حتی آدرس خونتون هم میدونه، و میاد خودش رو به یه نحوی به شما معرفی میکنه و میخواد یه ذره اطلاعات بیشتر ازتون بگیره. و شما باید حواستون باشه پیام‌های ناشناسی که براتون لینک میفرستن توی جاهای مختلف مثل تلگرام، واتساپ یا دایرکت اینستاگرام، اگر براتون لینکی از اکانتی اومد که نمیشناختیدش روی اون لینک نزنید. و مثلا اگر کسی اومد وارد مکالمه شد باهاتون که یه سری اطلاعات بیشتر ازتون بگیره، سعی کنید که اصلا نترسید، جوابشو ندید. اگر دیدید که یه نفر داره یه سوالی میپرسه که بهش هیچ ربطی نداره و داره میترسونتون که اگر اون سوالو جواب ندید یه اتفاق بدی براتون میفته، سعی کنید که بهش اصلا بی‌تفاوت باشید و اصلا اهمیت ندید، چون که خب الان یه سری اطلاعات هستش که قبلا همین اتفاق افتاده تو کشور ما، این اطلاعات دست خیلی‌ها بوده ولی خب الان یه ذره بیشتر شده. بعد حواستون به این جور پیاما باشه. روی هر لینکی نزنید و به آدمایی که نمیشناسید و بهتون پیام میدن زیاد توجه نکنید. همین. جای ترسی وجود نداره. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و اگر دوست داشتین با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب که اینجاست فراموش نشه که باعث دلگرمیه. مرسی از همراهیتون.